الله الرحمن الرحیم به نام خداوند خالق خوبی ها و مهربانی ها. عزیزان سلام روزتان خوش شاگردای خوب صنف نهم امیدوار هستم که حال همه شما خوب بوده باشه درس گذشته ایتان خوب خوب خوانده باشین و امروز با یک دیگه بشینیم پای ویدیوهای درسی ما تا ببینیم چه چی چیزی را ما برای شما امروز تحفه آوردم خب شاگرد خوب درس گذشته را که به خاطر دارید ما در درس گذشته اندام های حس با یکدیگر شناختیم و یاد گرفتیم گفتیم که اندام های حس با او اندام گفته میشه که دارای آخذه یا گیرنده بود که به محرک های محیطی پاسخ میداد این محرک ها را قدرت داشت که دریافت کنه تبدیل کنه به یک پیام یا یک جریان عصبی و این پیام ها را به مغز هدایت بکنه و پاسخ, پاسخ مغز بگیره و او عکس عمل مناسبه در مقابل او محرک خارجی از خودش نشان بده اندام های حسی چشم با یکدیگر خواندیم یاد گرفتیم گوش همچنین و پوست یا جلد ما و آخزهایی هایی که در جلد بود خب انشالله که اونا را خوب خوب خواندید و یادتان باشه بعد از اون زبان و زایقه را هم خواندیم اما نوبت به بینی نرسید امروز ما و شما در ابتدا بینی که یک عضو یا یک اعضای حسی در بدن ما شما به حساب میاد با یک دیگر میخوانیم و بعد به بررسی سیستم اندوکرین میپردازیم که یک مطلب کاملا جدید هست و شما تا به حال نه در سنف هفت و نه در سنف هشت با او آشنا شدید یعنی پایه او سیستم اندوکرین در سنف نه ایجاد میشه و تا سنف دوازده با شما هست خب میدانید شاگردای خوب که حس شامه یا بویایی ما و شما مربوط به بینی هست شاید بارها برای شما پیش آمده باشه که وقتی سرما میخورید بوها را به خوبی حس نمی کنید. نه تنها بوها را خوب احساس نمی کنید بلکه مزه غذاها را هم حتی به خوبی حس نمی کنید. پس ای چه ویژگی هایی را داره چطور میشه که ما سرما میخوریم هم حس بویایی را دست میدیم و هم حس زایقه یا چشایی را خب دی این اسلاید ما شکل یک اعضای بویایی یا بینی را برای شما آوردیم نگاه کنید در سقف بینی یک سری مژک یا یک تارهای نازکی را شما میبینید که از سقف حفره بینی به داخل فضای بینی اینها آویزان هست خب اونها آخزه های بو هستند. پس فراموش نکنین آخزه بو در سقف بینی بود. آخزه شنوایی در بخش حلزونی گوش. آخزه های تعادلی در بخش مجاری نیم دایره بود. آخزه درد در سر تا سر بدن و اولین آخزه هایی بود که در زیر پوست یعنی سطحی ترین آخزه بود. خب آخزه های بو در سقف بینی ما و شما قرار داره که این آخزه ها نسبت به ترکیبات کیمیاوی که در هوا وجود داره میتونه بو باشه میتونه قطرات مایعات باشه که این آخزه ها را چیکار میکنه تحریک میکنه بو که به بینی ما و شما میرسه این بو میره به داخل حفره بینی اولا که در حفره بینی ما یک سری مویک هایی را داریم که هم کار تصویه هوا را انجام میده و هم محیط داخل بینی را گرم نگه میداره و این بو یا مواد کیمیایی به سقف بینی ما میرسه و همو آخزه را که در شکل مشخص هست ای آخزه ها را تحریک میکنه و پیام عصبی بویایی به وجود میاد خب حس شامه یا بویایی بر درک مزه قضاها تاثیر دارد چرا؟ چون مرکز بو و مرکز مزه غذاها هر دو بسیار در مخ یا مغز ما در نزدیکی یکدیگر قرار داره به همین خاطر است که حس بویایی و ذائقه خیلی با هم دیگر ارتباط داره خب شاگردای خوب به مبحث اصلی درس امروز میرسیم سیستم آندوکرین حالا یادتان هست که در جلسات گذشته ما برای شما گفتم که هماهنگی و کاملا کنترل فعالیت های سیستم بدن ما را مغز یا سیستم عصبی بر عهده اما امروز یک نکته جدید و جالب می که سیستم عصبی که خودش تمام اجزا و سیستم های بدن کنترل میکنه به تنهایی این کار را انجام نمیده بلکه به کمک یک سیستم دیگه به نام سیستم اندوکرین انجام میده پس سیستم عصبی برای هماهنگی بین سیستم های مختلف نیازمند یک سیستم دیگه به نام سیستم آندوکرین هست خب اما سیستم آندوکرین چی هست؟ سیستم آندوکرین یک سیستمی هست که تمام فعالیت های بدن را به دستور مغز یعنی مغز دستور میده به سیستم آندوکرین و سیستم آندوکرین به کمک یک ترکیبات کیمیاوی به نام هرمون اونها را تنظیم میکنه شما نام هورمون حتما زیاد شنیدین پس امروزی رو بدانین که هورمون ها که ترکیبات کیمیاوی هستن به دستور مغز از سیستم اندوکرین آزاد میشه و وارد خون میشه و به همه قسمت های بدن بلعخص اندام های هدف میره برای افراز افراز یعنی ترشح کردن یعنی ساختن یعنی بیرون دادن برای افراز هورمون سیستم آندوکرین تابع دستور مغز است درسته که مغز به سیستم آندوکرین نیاز داره اما سیستم آندوکرین به طور خودسرانه نمیتونه هورمون بسازه که اگر این کار انجام بده هرمون ها کم و زیاد شوه ما و شما با اختلالات و امراض بسیار فراوانی روبرو میشیم شاگردهای شاگردای خوب حالا ما و شما یک سیستم جدید را امروز معرفی کردیم به نام سیستم آندوکرین. ببینیم که این سیستم دارای چه اجزایی یعنی خودش دارای چه بخشایی بود مثلا سیستم عصبی بود سیستم عصبی مرکزی و محیطی سیستم حازمه شامل مری معده امعا و غیره بود سیستم تنفسی شامل کیسه های هوایی شش ها برانش ها برانشیول ها بود و قسمت ریه ها بود اما حالا ببینیم سیستم آندوکرین چه بخش هایی را داره سیستم آندوکرین سه جزء یا سه بخش بسیار مهم داره یکی قده ها یکی هرمون ها و یکی هم حجرات هدف هست یعنی چی؟ یعنی باید یک جایی در بدن ما مشخص باشه که وقتی مغز ما میخواد او دستور بده بدونه دستورش به کجای بدن ارسال کنه او همون جا قده نام داره حالا دستور مغز به قده رسیده این قده باید دستور مغز برسانه به اندام های هدف خو خب چگونه میرسانه پس یک چیزی خودش باید بسازه یک پیام رسان یک پیکی را بسازه و برسانه به اندام هدف او پیک و پیام رسان همو هرمون هست اندام هدف چیه؟ او جایی هست که قرار همو هرمون تأثیر کنه یک سیستم دست بندی شده منظم و کاملا دقیقه حالا در این تصویر اسلاید دقت کنید عکس دو گرده را ما برای شما آوردم ان در سیستم اطراحیه که هم در چند درس گذشته با او آشنا شدین و هم در سنفای بالاتر با او بیشتر آشنا میشید خواهید دید که یک عضو یک ساختار یا یک بخش از عضو بدن ما که گرده هست خودش مربوط به یک سیستم هست مثل سیستم اطراحیه و او قددی که بر روی گرده قرار داره به نام قده های فوق کلیوی اینها مربوط به سیستم آندوکرینه باز فعالیت هر دوتا به دستور مغزه خب این خیلی بسیار جالب و پیچیده یه. اما همه کار هر قسمت مشخص و واضح است به طوری که اختلال در یک قسمت سبب اختلال در سایر قسمت های بدن میشه خب حالا ما و شما این سه تا اجزا را با یکدیگر میخوانیم و آشنا میشیم اما در ابتدا ببینیم که قده چی هست اجزای <متصفيق> سیستم آندوکرین اولین جزءش قده نام دارد قده چی هست؟ به مجموعه چند حجره که در کنار یکدیگر قرار می تجمع کروی گرد یعنی یک جا جمع میشه و یک چیز را افراز میکنه یک چیز را می سازه و به بیرون هدایت میکنه این تعریف خود قده هست. پس قده میشه شامل حجراتی که با یکدیگر یک جا میشن تجمع میکنن و یک چیز را افراز میکنن ویژگی اصلیش افراز کردن هست اما بر اساسی که ای افرازات به کجا می ریزن ما دو نو یا بهتر بگیم سه نو قده داریم خب این قده ها چی نام داره؟ قدد درون ریز قدد برون ریز و قدد هم در اون ریز و هم برون ریز خب حالا با نامه های اینا نامه دیگه در اسلاید داشتنا میشین اما یک چیز رو در پای تخته برای شما نشان بدم که نشان دادنش در اسلاید سخت بود ببینید قده ها چند تا کنار هم هست که اینها افرازات خودشان هر کدام میریزن به یک جایی مثلا اگر همه اینا افرازاتشون به داخل یک مجرا یک مجرا باشه همه اینا افرازاتشون به داخل یک مجرا بریزن این میشه قدد برون ریز. پس برون ریز یک مجرا داره اولا که هر حجره خودش یک مجرای کوچک داره مثل شاخه های درخت این مجراها جمع میشه به یک مجرای بزرگ و مرکزی میرسه این قده میشه قده برون ریز یعنی ترشحاتش به بیرون ریخت اما اگر این قده یعنی این حجراتی که در کنار هم دیگه قرار داره ترشحات و افرازات خودشانه به مرکز بریزه و از اینا همه وارد خون شود این خون باشه اینا کرویات خون باشه اگر ترشوهات و افرازاتشون وارد خون شوه این قدد قدد درون ریزه قده درون ریز میشه پس قددی که افرازات به یک مجرای بیرون یعنی یک فضای دیگر میریزه در داخل بدن او میشه قدد برون ریز اگر افرازات به داخل خون بریزه میشه قدد درون ریز حالا ما یه قده هایی داریم که هم بخش برون ریز داره و هم بخش درون ریز مانند قده پانقراس که در اسلایت های بعدی با اونا آشنا میشیم شاگردان خوب خوب دقت داشته باشید که قدد آندوکرین، اگزوکرین هر کدام چی است؟ ببینیم قدد آندوکرین، آندو به معنای داخل پس قدد درون ریز همو قدد آندوکرینه اگزو یعنی خارج و بیرون قدد اگزوکرین یعنی اونهایی که ترشوهاتشون رو به بیرون از خون یعنی داخل یک مجرا میریزن با اونها قدد برونریز یا اگزوکرین میگیم و به قددی که هم بخش درون ریز یعنی آندوکرین و هم بخش برون ریز یعنی اگزوکرین دارن قدده های ترکیبی یا قددی که به دو نام یاد میشه اگزوکرینی و آندوکرینی گفته میشه خب ده ای تصویر ای اسلاید ما سه قده را از سه قسمت مختلف بدن ما برای شما نشان میدم که اینها هر کدوم ببینیم که شامل کدام قده است. ببینیم قده تیروئید یا تایروئید که بعدها بیشتر میخوانید که در جلوی هنجره قرار داره و یک قده هست که بسیار بسیار اهمیت داره و فعالیت های خیلی زیادی را در بدن ما و شما کنترل میکنه این قدرت قدرت درون ریزه اینها که آندوکرین هستند افرازات و هرمون های خود به داخل خون میریزه و از طریق خون به سر تا سر بدن پخش میشه خب قددی رو ما داریم در صورت یک قددی داریم به زیر گوش که به نام قدد بناگوشی یاد میشه قدد تحت آرواری یا قدد زیر فکی یا زیر زبانی هم به اونها گفته میشه پس ما سن زیر زبانی قدد تحت فکی یا زیر آروارهی و قدد بناگوشی هر سه قددی هستند که اینها اگزوکرینن اینها برون ریزن یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما یک چیز غذایی رو در داخل دهان میذاریم یا از یک تعم یک چیزی که قبلا او را تجربه کردیم خوش ما میاد بزاق دهان ما ترشوه میشه ترشحاتشان به داخل دهان میریزن این میشه قدرت اگزوکرین توی خون نریختن بزاق به داخل حفره دهان ریختن خب مثلا ما در دیواره قده و معده و امعا هم قده هایی را داریم که ترشوهات خودشون را به داخل معده میریزن آن زایم های هزمی به داخل معده و داخل امعای کوچک میریزن پس اینها جز قدد برون ریز یا قدد اگزوکرین یاد میشه اما قده تایروئید افرازاتشان یا هرمون هایشان داخل خون میریزن اینها به همین دلیل آندوکرین هم. اما قده ای که هم اگزوکرین است و هم آندوکرین یک قده ای که اینجا به رنگ زرد نشان داده شده به نام قده پانقراس این یک قده بسیار مهمی هست چرا که هم بخش آندوکرین داره و هم بخش اگزوکرین داره خب حالا ببینیم که این بخش های هر کدام اینها چه چیزایی رو می‌سازن؟ فقط معرفی میکنیم جزئیاتش انشالله در درس بعدی میخوانیم خب شاگردهای خوب گفتیم قده پانقراس شامل دو بخشه هم بخش آندوکرین داره و هم بخش اگزوکرین داره با توجه به او چیزایی که تا حال امروز یاد گرفتیم بخش آندوکرین باید هورمون بسازه هورمون کجا میریزه به داخل خون آفرین اما بخش اگزوکرین چه میسازه و به کجا می ریزه؟ این نکته جالب درس امروز ماست بخش اگزوکرینش آنزایم هضمی سازه. آنزایم هضمی میسازه که شما در فصل اول بیولوژی سنف نو خاندید که این آنزایم های هضمی را و داخل یک مجرا یا ابتدای امعای کوچک میریزه تا مواد غذایی ادامه هضم و جذب خود انجام بده پس یادتان هست که پانقراز در بخش اگزوکرین خودش آنزایم هضمی را و داخل امعا میساخت اما بخش آندوکرین که هورمون میسازه دو تا هورمون بسیار مهم در بدن ما و شما هست که یکی به نام انسولین هست و یکی به نام گلوکاگون حالا اینکه این که ای هرمون ها همه قد بدانید که هرمون های قند خونه که کدام کیشان قند بالا میبره کدام قند پایین میاره در درس مربوط درس بعدی ما و شما میشه اما یک موضوع بسیار جالبی را که همینجا بگم که فراموش نشه بخش آندوکرین پانقراس دارای دو نوع حجره ها هست که این حجره ها را به نام حجره های آلفا و بتا میشناسن به همین خاطر است که به این دوتا میگن جزایر هانس. جزایر لانگر هانس حالا دیدین که ما و شما در داخل بدنمون هم جزایر داریم یک استادی از شاگردش پرسید که جزایر لانگر هانس کجایه شاگرد ای پاسخ داد گفت یک جای خیلی خوبی استاد ما قبلا رفته بودیم حالا شما ایره خوب به یادتون باشه جزایر لانگرهانس بخش آندوکرین قدرت پانقراس بدن مایا که هورمون های گلوکاگون و انسولین می سازه و قند خون ما و شما را تنظیم میکنه حالا جزئیاتش ان بعد الله یاد خوب یک سوال دیگه ای هم که در ذهن ما و شما باید پیش بیایه ای است که آیا هورمون ها اختصاصی هستند یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا هر قده اندوکرین ما و شما یک هورمون مشخص می سازه؟ یا نه؟ همه هرمون تقسیم میشه بین سایر قدد آندوکرین که یک مقدارش یک قده می سازه. یک مقدارش یک قده دیگه خب ده سوال شما پاسخ میدیم برای تنظیم هر فعالیت بدن همون گونه که حجرات هدف مشخص است یعنی از یکدیگر فرق داره هورمون ها هم اختصاصی هست ما برای هر, حجر، هر اندام یا هر حجره هدف برای ای که هر حجره یک فعالیت خاص را انجام بده باید یک دستور مشخص بدیم یعنی یک هرمون اختصاصی را برش برسانیم تا او از روی همی هرمون ها تشخیص بده که چه فعالیتی را انجام بده اما مکانیسم از ای یا شیوه ای که هرمون ها که همه داخل خون میریزه هرمون رشد، هرمون جنسی تمام هورمون ها که به داخل خون ریخته میشه اینها حجرات از کجا تشخیص میدن که به کدام یکی از اینها در چه زمانی پاسخ بدن ان در جلسات بعدی اینها را میخوانیم خب قده اندوکرین نوعی ببخشید ما در اینجا یک بخشی از مغز می خواهیم باش آشنا شویم به نام قده نخامیه یا هایپوفیز ما گفتیم که مغز برای کنترل سایر اجزای بدن به سیستم اندوکرین نیاز داره اما همین دستوری را که مغز میخواد خودش به سیستم اندوکرین بده یعنی خودش به قدرت اندوکرین دستور بده که او هرمون بسازه همی ارتباط آلا این اسلاید میخوانیم یک بخشی در مغز ما و شما به نام هایپوفیز هست که در زیر هیپوتالاموس در سیستم عصبی یادتان هست گفتیم در قشر مخ یک قسمتی به نام تالاموس که تمام پیام های حسی قبل از اینکه به مخبره باید اونجی تقویت شوه وزیر تالاموس هایپوتالاموس بود که مرکز تنظیم گرسنگی تشنگی زربان قلب تنفس و اینها بود وزیر هایپوتالاموس یک بخشی به نام هایپوفیز یا قده نخامیه یا نخودک هم بهش میگن وجود داره خب حالا ببینیم این چه کار میکنم. نوعی قده آندوکرینه که در زیر هیپوتالاموس قرار دارد در سوالات کنکور ایراد در زیر تالاموس تس... فکر نکنین ای در زیر هیپوتالاموسه هست جسامتش به اندازه یک نخوده و وظیفش کنترل سایر قده های اندوکرین بدن ما و شما هست خب شاگردای خوب حالا با بخش های هایپوفیز و هورمون‌هایی هایی که هایپوفیز می سازه و این هورمون ها را می ارسال میکنه از طریق خون به قدد اندوکرین بازو قدد اندوکرین چه نوع هورمون را می سازه ان در جلسه بعدی برای شما تشریح می کنیم همه شما شاگردان عزیز به خدا می سپارم، اما فراموش نکنید حتما حتما درس امروز از روی کتابایتون خوب مطالعه کنین که در جلسه بعدی بسیار تنگاتنگ و مربوط و بسیار نزدیک به درس امروز ما هست همه شما عزیزان بدرود میگم خدا یار و نگهدار شما.